این زن 45 ساله را پس از آن به این شفاخانه آوردند که نشانه های از بیماری قارچ سیاه در رو و چشم هایش نمایان شدند و پس از 12 روز تب و نفس تنگی وضعیت بهداشتی او وخیم شد. خانواده این بیمار میگوید که او از بیماری شکر نیز رنج میبرد و به ویروس کرونا نیز مبتلا شده است. دانش شرید. از امیدانی تو که شرید از امیدانی شریدن یه تکلیف از بسیار شد دیگه اینه که پندی ده و یه جایش از سیاه گشته اینه جایش از سیاه گشت از امو سیاهی دیگه اینه یه قد تکلیف شد که علی گلو نشم بند است چیزی خوردم نمیتانه. پزشکان در حالی که وضعیت این بیمار را خوب نمیدانند میگویند که او نمیتواند چشمهایش را باز کند. پا طول سیستمونو بندیده حمله کولی شي په هضمي سیستم د هضمي سیستم یراز تنفسي سیستم یراز عصبي سیستم یراز خصوصا ناروغ چې ګیله کوي هغه د پوزې د بهیدنې څخه ګیله کوي ځین ناروغان د سترګو د خارښ د پړسوب څخه. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید که 3 رویداد بیماری قارچ سیاه در ولایت های کابل، بغلان و سمنگان ثبت شدند. سرپرست این وزارت بیماری قارچ سیاه را به افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا پیوند میدهد. از افراد پیدا میشه که در اونا بیماری ویروسی به صورت مداوم سیستم دفاعی اونا را تحت حمله قرار بده و امروزه کووید 19 بارزترین و برجسته ترین زمینه ساز ابتلا به قارچ سیاه. به گفته پزشکان بیماری قارچ سیاه در طبیعت پیدا می شود و کسانی به این بیماری مبتلا می شوند که از بیماری های دیگر چون بیماری های سرطانی، شکر و کووید 19 رنج می برند. بقایای درختها یا برگای درختها و نباتات که در سطوحی که نامثال پوسیده میشن این بیشتر قابل دریافت است. این بیماری شیوعش به انسان بسیار کم است. از سوی دیگر در حالی که هیچ تغییر در سیر صعودی ویروس کرونا در کشور نیامده است، در شبانه روز گذشته 92 تن از بیماران کووید 19 در کشور جان باختند و بیش از 1272 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند.